یاد و نام خدا. منم ویدا فلاح، روانشناس و مدرس دوره‌های مهارت‌های زندگی که از سال 1376 دارم درس میدم و 2 ساله که اینجا دانشجوهایی رو که تا یه سالها کلاس‌های من رو شرکت کردن و آموزش دیدن جمع کردیم و داریم آموزش میدیم به مردمی که کنار ما زندگی میکنن و نیاز به یادگیری دارن. امروز بحث ما بحث دعا و معنویته. چگونه دعا کنیم؟ چگونه با خدا نزدیک بشیم و از این نزدیکی بهره ببریم؟ دعا صدا کردن خداوند نیست، که شناخت خداست. ما با دعا کردن خدا رو بهتر میشناسیم. دعا سخن گفتنی دو سویه است. ما پیامی رو میدیم و پاسخی رو میگیریم، به شرط اینکه بعد از دعا منتظر شنیدن پاسخ باشیم. متاسفانه خیلی از افراد بعد از اینکه دعا میکنن به زودی بلند میشن و میرن و صبر نمیکنن تا پاسخ رو بشنون. زندگی این دوره خیلی شلوغ شده. انقدر مشغول شدیم که از خودمون فاصله گرفتیم. ما خلوتی نداریم. به خونه که میرسیم تلویزیون رو روشن میکنیم، رادیو رو روشن میکنیم، گوشی موبایل ما رو مالک شده، مالک ما شده. لحظه نمیتونیم ازش جدا بشیم، دائما باید در اختیار باشیم. ما مشغول ارتباط برقرار کردنیم با مردم، با سرگرمی ها، با فعالیت ها، و از یاد خدا و از یاد یک نیروی برتر که حاکم بر زندگیمونه غافل شدیم. زندگی کاملا ما رو گرفته متاسفانه، و بعد میگیم چرا من دعا میکنم؟ خدا گفته بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. چرا صداش میزنم ولی جواب نمیگیرم؟ چون ما خدا رو صدا میزنیم ولی حواسمون رو میدیم به امور مادی روزمره. ما خدا رو با زبانمون صدا میزنیم، خدا یا کمک میخوام، بعد یه نجوایی در درونمون میگه بابا این نشدنیه، این خیلی سخته، خدا هم نمیتونه. یه صدایی در درونمون دائم ما رو داره میکشه به سمت امور مادی و فعالیت‌های بیرونی و میگه تلاش کن، و خیلی از اوقات این تلاش‌ها به نتیجه نمیرسه، چون تلاش ما آغشته به نیت الهی نیست. جواب نمیگیریم چون گیرنده های ما بسته است. متاسفانه خداوند پاسخ میده، اما دست های ما رو به آسمان نیست، دست های ما به سمت مردم درازه. خیلی از خانوما از همسرشون عصبانی میشن، ازش پول میخوان ولی پول نمیاره، یا خیلی از دختر خانوما از پدر مادرشون عصبانی هم. اگر چیزی میخوایم باید استحقاق دریافتش رو داشته باشیم.